بذار چتم بکنم. بذار قبل از که من بچه سوالا رو با خودت جواب بدم، بچه یه سوالی ازتون دارم. یادتونه تو فارسی میگفتید که فعل ها یا لازمن یا متعدی؟ آره میگفتید یا ناگذرن یا گذرن. فعل لازم چه فعلی بود؟ فعلی که نیاز مفعول نداشت. چجوری تشخیص میدادیم؟ با چه چیز را چه کس را جواب نمیداد. مثل رفتن، چه چیز را رفتن نداریم، چه چیز را آمدن نداریم. پس رفتن و آمدن فعل چی هست؟ بگو. لازمه. حالا یه نکته تو فارسی میگفتیم، میگفتیم فعل لازم مجهول نمیشه. این فارسی ببین، دیدن میشه دیده شدن، خوردن میشه خورده شدن، چون فعلای متعدی هست. اما شما رفتن رو نمیگی رفته شدن، اومدن رو نمیگی اومده شدن. پس یه قرار با هم بذاریم، فعل لازم مجهول نمیشه. اینه داشته باش. حالا سوال شماره 6، کی جواب داده به من؟ ها؟ جواب دادن؟ جواب 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 پاک شد. اب نداره، ولش کن. از این بر ولش کن. با هم جواب بدیم، با هم جواب بدیم. گوش کن. How this word pronounced؟ حالا دقت کنید منو. یک جمله چیه؟ منو گوش کنید. This word، این لغت، word لغت. فعل جمله چیه؟ شماره 2 pronounce. حالا بچه ها سوال، لغت تلفظ میکنه یا تلفظ میشه؟ لغت تلفظ میشه. بعد یه فکته، یعنی چیه؟ واقعیتش، اینکه لغت تلفظ میشه، صدا داره، یه فکته. پس این بوده، اما is or pepe. پس بوده this word is pronounced، یادتونه is pepe. حالا this word is pronounced میخواد بعد از کلمه پرسشی how قرار بگیره. باید جمله چی بشه؟ سوالی بشه. پس میشود how is this word pronounced، این لغت چگونه تلفظ میشود. درست شد؟ سوال بعدی، how much money؟ مانی شماره 1، فعلمون استیل شماره 2. پول میدزده یا دزدیده میشه؟ پول دزدیده میشه. پس فعل فعل چیه؟ فعلا بگو، مجهوله. یعنی یا اما ایز آر استولن، یا وازوبر استولن، یا هوا هد بین استولن، یا هد بین، یکی اینای دیگه. حالا کی؟ لست مانده. به توی جزوه صفحه اول گفتیم لست و اگو و یسترده علامت گذشته مجهوله. گذشته مجهول هم چی میشد؟ بگو وازوبر پپه. پس میشود وازوبر مانی واز پپه. پپه رو باید حفظ باشین که حفظ میشید به مرور، نترسین. استولن جا بری، من حفظ نیستم پپه استیل استولنه، من حفظ نیستم پپه میک میده، من حفظ نیستم پپه برودکست. برودکست تو جزء اینا رو بعد بهت میگم میخونی، یعنی باید برای هفته بعد تا سه هفته افعال بی قاعده رو با من حفظ کنی. آقای جابری روی مت کار نمیکنی، روی مت شروع میکنی، از دو هفته دیگه شروع میکنی. فعلا یاد باشه باید دایره لغتت بره بالا تا بتونی مت و کلوز رو شروع کنی. تو فقط follow my instructions، دستور عملهای منو دنبال کن. یکی هم زده بود که یکم انگلیسی با ما حرف بزن. I do not know بیا. I do not know how to appreciate you although my appreciation would be depreciation. فهمیدی؟ یعنی نمیدانم چگونه قدر شما را بدانم، گرچه که قدردانی من از قدر شما میکاهد. سوال هشت. خب چطور میخواین ببندی؟ مرسی بچه ها، مرسی مرسی، خداحافظ. گوش کنی. The letter sent، دوباره مشخص کنی. شماره 1، نه رد کردم، نه درسته. The letter شماره 1، send فرستادن شماره 2. نامه میفرستی یا فرستاده میشه؟ فرستاده میشه. پس سری to be sent رو باید صرف کنی. تو چه زمانی؟ A week ago. حالا دقت کن، یه هفته پیش. کار یه هفته پیش شده، میشه گذشته بگین ساده مجهول. was over pepe، was over sent. حالا با the letter میشه the letter was sent، نامه فرستاده شد یه هفته پیش. حالا اینجاش خوبه. and it، it به کی برمیگرده؟ به نامه. it میشه 1، arrive میشه 2. حالا اینجا اون سوال، arrive رسیدن لازمه یا متعدی؟ چه چیز را رسیدن داریم؟ نه، arrive فعل چیه؟ لازمه. عزیز من، دختر خوب، پسر خوب، فعل لازم مجهول نمیشه. پس میشه it arrived و رسید. دیگه نگید یه موقع was arrived. it arrived و رسید دیروز. یعنی اینجا گذشتت مجهول نیست، گذشتت چیه؟ معلومه. فعل گذشته ساده میاریم. شماره 9، while I was on holiday، وقتی من تعطیلات بودم. چه زمانی؟ چه فضایی؟ گذشته. وقتی من تعطیلات بودم. دو تا جمله دادم با while my I was on holiday. دقت کنید، در حالی که من تعطیلات بودم. هر دو جمله هم شماره یکیشون مای کامرا دوربینه. ولی حالا یه چیزو دقت کن. توی جمله شماره 9، دوربین من دزدیده شده. فعل چیه بگو؟ مجهوله.
گذشته مجهول هم هست، پس میشه was a verb، پس میشه was stolen، همونی که قبلا هم بهتون گفتم. اما اینجا my camera disappeared، disappear رو تو درس 1 11 داریم.